ارتش اسرائیل در عملیاتی ساختمانی در مرکز شهر الخلیل در جنوب کرانه غربی را که حدود 15 تن از شهرک نشینان یهودی در آن زندگی می‌کردند تخلیه کرد. مقامات تشکیلات خودگردان فلسطینی اعلام کردند که سه طبقه از این ساختمان متعلق به آنهاست در مقابل شهرک نشینان یهودی میگویند این ساختمان را به طور قانونی از یک فلسطینی خریداری کرده بودند مقامات اسرائیل تا روز سهشنبه به آنها مهلت داده بودند که قانونی بودن خرید خود را ثابت و یا ساختمان را تخلیه کنند این عملیات با موافقت ایهود باراک وزیر دفاع اسرائیل صورت گرفت همچنین برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که طی چند روز آینده بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با برخی مقامات خودگردان فلسطینی دیدار خواهد داشت همزمان مقامات رسمی اسرائیل روز چهارشنبه اعلام کردند که تصمیم دارند برای ساخت 650 واحد مسکونی جدید در شرق بیت المقدس و نیز 181 واحد دیگر در کرانه باختری رود اردن اقدام کنند در حال حاضر حدود 800 اسرائیلی در داخل شهر الخلیل زندگی می کنند و جمعیت فلسطینی های این شهر 200 هزار نفر برآورد شده است.